برنی سندرز بر هیلری کلینتون در ایالت میشیگان غالب گردید و نشان داد که رقابت میان دموکرات ها که کلینتون پیشتاز آن است تا مدت ادامه خواهد یافت. امشب نشان می‌دهد که کمپاین برنی سندرز و انقلاب سیاسی که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم در هر گوشه کشور قوی می‌باشد. او همچنان سبقت بزرگی را از بابت تعداد نمایندگان در حال دارد که در راه به سوی انتخابات مقدماتی در 5 ایالت بزرگ در هفته آینده قرار دارد. اگر شما برای من کار کنید و برای من رای دهید، من با دل برای شما کار خواهم کرد و روزمره کار خواهم کرد. در رقابت جمهوری خواهان، دونالد ترامپ در ایالات میسیسیپی و میشیگان پیروز شد. آنان شدیداً بر من حمله کردند و آن کس که بر من حمله کرد از میان رفته است. من بر این افتخار میکنم، زیرا این چیزی است که ما باید برای کشور خود داشته باشیم. جان کسیچ والی اوهایو و سناتور تد کروز در ایالت میشیگان بعد از یک دیگر قرار گرفتند. مردم یک کمپین مثبت را آغاز کردند. فقط یک هفته منتظر باشید. ما در ایالت اوهایو پیروزی به دست خواهیم آورد و یک رقابت تازه آغاز خواهد شد. تد کروز در انتخابات مقدماتی در ایالت آیداهو پیروز شد. ما می دانیم یک نظرسنجی والیستی جورنال که چند دقیقه قبل نشر شد ما را در سرتاسر کشور مساوی با ترامپ نشان می داد. این در حالی است که در انتخابات مقدماتی روز سه شنبه آینده ایالات فلوریدا و اوهایو جایگاه بزرگ خواهند داشت.